مشغول داشت شما را نبرد کردن با یک دیگر بمبوهی تا آنگه که بمردید، تا آنگه که مردگان در گور بشمردید. نشاید، نشاید، نشاید از جستن راه رستگی مشغول بودن، نشاید. نه، 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 آری آگاه شوید، پس باز نشاید، آری آگاه شوید. ای حاجی، مرا در منزل جانون، مرا در منزل جانون چم نوعش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. احسنت، احسنت. مبارک است انشاءالله. بسم الله. یا الله
دایی خانم بیافت جلو ببینم جسارته بگمانم اگه لباس چلگی والدتونو در بیارین مناسب تر باشه ما که صاحب سلیقه نیستیم پیش خوش نیست که قضیه‌مون بیفته عقب حالا که این امر مبارک و خودتونم میدونم بالاخره ما که نوکر شماییم برو پسر خانم کوچیک ما واضح ها جمع هستیم که حاجمو چه خوابی برا هم دیدن رمزون یادش داده با تعلیمی نشونه بره آره چه زحمتی کشیده امروزم براش خیاط فرستاده الحق که تعلیمی خوش برداختی مایه رفته چه لباسایی حواست به غذایا هست بسم الله بگو حاضره بسم الله الرحمن الرحیم Thank you.
رفته. بله معلوم هست اینجا چه خبره؟ خبر سر تا پاته. یه نگاه بعد و اطوارت بنداز میفهمی. من همیشه همینطور بوده آقا. تو خود قاطی نکن، همیشه مال خداست. بله بله. از اینش به بعد یا مثل بچه آدم میای سر سفره یام که آقا بذارین یه چند روزی از چله مادر خدا بیامرزم بگذره. جانم عذاب نکش، اگه از سرت میشد میذاشت خاک مادرت خوش بشه، اون بعدش میرفت به جفت گیرید. حاجمو خورده به نافت. مرد شورتون ببره. خفه حاجمو عزاداره. رو داری نکن پسر، لاسده با این ضعیفه افلیجه بزن، اما فکر زیادی به کلت نزنیم. خدا به سر شاده تالا تو چشاش نگاه نکردم. تو مالش که نگاه کردی. استغفرالله استغفرالله. تو هم لشده ببر مار بولک. من؟ حاجمو دیگه نبینم دوره برای این لکات به فلکیه جوالق. شما دوتا حرومزاده رو نایی بردم سر سفرم زرم رو عیار کنین. یتیم بچگیتون اگه یتون رفته یه جور دیگه بذارم جلوی چشتون. لشته کم کار. رکم شو حواسم میشه سغرامون خواهر یه ریسمون بستم به پاش یه سرشم به زبونه ای در یه چیزی براش گذاشتی میک بزنه؟ یه حب قندم زورکی براش گذاشتم. با در و همسایی مسلمانی نیست بچه خدا رو بسپری دسته. ای خواهر دیگه چه چشم روی مونده. با خاک عالم. یه چیزی میشه دختر؟ اخلاق خانم بزرگ خدا نیامرزش بهش رسیده. داره میگه خانم بزرگت خیلی خوشگل بوده. به ما که فقط شلاقش میرسه. آره واسه خوشگلی تواصل پرت خواهد دفتریگش خانم بزرگ دست نرش گریم سن دیگه قباله گروی پدرش دیخ کرد. آره. مو اما عطابه چی دیوونش بود که خانم بزرگ بلد بود چجوری نگهش داره. 4-5 سال که گذشت عطابک مرد، میگن سلاطون مزمحل گرفت. آره. آره همه چیش هم گذاشت برای خانم بزرگ و دخترش عقدس مولو، اما عطابک هم جلادی بوده. آره همه به بچه هاش هم رحم نکرد، نذاشت یکیشون هم به عرصه برسه. زناش هم شریدم یکی یکی. نفس بگیر. نباید حرکت کنی جانم.
جناب حکیم، خانم کوچیک میفرمان با چکش بزنم تو شقیقه‌شون، مگه میشه؟ بله بله، عجیبه. یک ضربه، فقط یک ضربه به شقیقه جانم کافیه آدم رو بکشه. یعنی چه؟ نگاه حائزه نیفته به مریض. برو بیرون لعین. آرام باش جانم، آرام باش. به مقدسات فکر کن، نه به آدم ها. کمی معجون تریاکم تجویز میکنم. کم نی؟ نه. فکر ابرو ریزش کردی؟ هیچی مثل مال خریده آبرو نمیاره. پس عقد اصالملوک خیلی بد برات آبرو بیاره. گیره حاجی عموم. تو نفهمیدی چه خیالاتی زیر سر داره؟ با تو جیکاویکش بیشتره. تازه گیرم این ارسی همش مال من. اگه نشه دستش زد چه فایده؟ آبش کن بریم فرنگ. بچه ای باید همه این ارث و مستقلات کرد و داد اجاره. میشه اجاره داد به انگلیسا؟ میدونی چه اعتباری میاره؟ حکیم باشی پله ها زیاده، به نفس میفتی. حکیم باشی اگه درمون نمیشه بی خود به خودت زحمت نده. خواهش دارم، خواهش دارم. تجویز میکنم خانم کوچیک از این خانه تشریف ببرن، یک هوای تازه بخورن، برای سلامت وجودشان خوب است. دست بر قضا، ما همین نظر داشتیم. اینو خیلی وقت پیش جناب حکیم باید مینداختمش بیرون. حالش هم یه صدقه سریه. العیاذ بالله، حاجی خان شما پدر خوندش هستین، شما مثل پدرش تشریف دارین. ما جای خودمون هستیم حکیم. آقا جای شما همون پستوی مغازه است. ادعای پدر خوندگیتونم بذارین برای اجاق کورتون. تو این خونه ادعای زیادی نشه. روت کم کن ضعیفه. حاجی خان، حاجمون، شما دیگه خیلی رو دارین.
اگه مادر مرحومم رو جادو نکرده بودین اینقدر لوستون نمی کرد. مادر صیغه یک شبه خودم بود، تو هم سرتو بذاره بمیر. خواهش دارم یک احترامی به حریم خانه بگذارید. حریم خودمه، تو هم براش خودتو جر نده. صاحب اختیار. البته. یلا کریمی تو شکر، اون همه ارسی عطابک مونده که خانم جانت بریزه تو دوران گدایی. بازش کن خانم جون، من بعد عمری دوباره آواره کوچه ها نشم. سگه کی باشن؟ تو مال خودم. مهرای گلابی با همین مهرا بنچاق درست میکنه. بازم بگرد. قباله این خونه است، اسم خودش کرده. دوست بی شرف. نه باشه،
بری گم شی. حاجم خاموشش کن. خانم کوچیک، میباید زودتر دست به کار میشدیم. حق داری. اگه بازم مهلتش بدین گمون نکنم چیزی ازتون بمونه. همش تقصیر مادرمه. این مرتیکه رو آورده تو این خونه، منو به این، منو فروخته به این. این مادرمو کشته، مادرمو کشته. حالام من نمیذارم، من نمیذارم. خیلی ممنون. هممون دست جمعی میریم آرز. خیلی خوشبلان این زن بادم با نیستیم. آخه کون سندتون، چه کشکی چه پشمی. راستی شنیدم خیلی سرش خانم بزرگ روزا به سلطانی کار میکرد. آره خانم بزرگم از عطابک یاد گرفت. بالاخره چی میخوای از پرده ای سر تا بود سر جون بکنی؟ اون آدم ها رو میشون بیچار بدار. اینم زرگری با کرده. آره شاگرد زرگرها رو یکی یکی یه پر استخونم از باشم نمیمونه. میگن حاجی جادو جنبلم بلد بود. برادرزاده‌هاش رو صدا می‌کنه. حاجی بچه‌ها منو زرگریا کردن. کسی از کارش زرگر نمی‌شه. رختمونو بشورین. خدا گذاشت. این دفعه حضرت عباس نذار. نمازتون قضا میشه. ای شیطون.
یعنی میشه؟ آره. پس تو برو. من خانم جون. الله اکبر. الله اکبر. خانم جون، حالا شما میگین چی کار کنیم؟ ببرینش، ببرینش.
ببریمش تو زیر زمین؟ ببرینش. کاش میکردمش توی قرابه، تیزاب میریختیم روش حل میشد. با خانم جون شکسته. Thank you.
پنهونش کردین که بچه بی زبون منو بالا بکشین. از حرام من شمسه. حاجی چرا باور نمی‌کنین وقتی حاجی پیداش نیست؟ سرکار بفرمایین. کی حاجی گم شده؟ از شنبه گروبی تشریف بردم بیرون دیگه بر نگشت. از شنبه شب دیگه ندیدی نشون؟ تو چی؟ نه خیر. خاطر سرکار مستحضر باشه که پنجشنبه شب خودم دیدمشون. داشتن تشریف می آوردن خونه. از قضا از سر خاک مرحوم والدتون می اومدن. بله مطمئنی دختر؟ بله محاله. معلوم العینه که باید جایی مخفی باشه. حالا جناب رئیس یه چیزی میل بفرمایید. و شراف؟ نه خیر، تیزا. تیزا؟ چه بویی؟ بعید نیست که داخل باشه به این قرابه ها؟ خالیه که؟ بله بله جناب رئیس، بله خالیه. قدیما که کار زرگریمون زیاد بود از اینا استفاده می کردیم. کانه و مرده سپردن. بله. ارث خوبی بهتون رسیده. پیشکش قربان.
طور که نمیشود مال آدم را بخورم. همشیره اگه این حاجی پیداش نشه تمام اموالش رو حراج. حاج آقا متوجه فرمایشتون باشی، هرچی اینجا هست ارثیه مادر خدا بیامرز منه، هیچ ارتباطی به قروزات حاجی میرزا نداره. میبینین جناب رئیس؟ بخوای حاجی میشه قضیه رو تو نظمیه حل کرد، خرج داره البته. ما سرسپرده ایم. اینا مزدشون میخوان. برای چی؟ ما دیگه کارگر میخوایم چی کار؟ بعدشون کن برن. خودت جوابشونو بده. یکم بیرون باشی. فکری هم ساختن و زرگری ضرر میده. بهترش من بعد به یوشرا کنیم. اصلا میصرفه فقط دلالی کنیم. دو تا معامله که هر سال جور کنیم منفعتش از کل زرگریامون سره. اینا رو به من گفتی. خب یه چیزی هم به اونا بگو. بلکه اونا هم قانعشن. مثل این که ادعات میشه پسر. ادعا نیست. حقه. تا حالا حقتو نذاشتن کف دستت؟ هر وقت از این ماترک چیزی بهت رسید بیا وصول کن برو. کلیدو رد کن بیاد. حالا زبونشو که فشار بدین در میره. نمیتره که شعبون خان که گفته نه. رمزون که میخواد با هم عروسی کنه. ای خانم جون یه چیزی بگم، شما خیلی ساده اینا. شعبون خان گفته باید خیلی خیلی مواظب رمزون خان باشی، انگاری یه نقشه هایی داره. میرم کمیساری شکایت. چرا تیزاب نمیاره دیگه لش عموش نمونه تو سردا؟ نمیدونم، گمونم سرداب بو گرفته. آره خانم جون دیگه نمیشه رفت همون، بوش نمیذاردم برسه به سربینه. چرک و خاک و خول هممونو گرفته. میبینه این گور بگور شده، تا خانم جانم مرحوم شدن هرچی عمل اکره داشتیم بیرون کرد. خیال میکرد همه چی مال خودشه، از کیسه خودش میده.
کی شطرنج رو دست زده؟ نمیدونم خانم جون، هیچکی که نمیاد اینجا. بازیم با این پیر سگ خراب شد. آقا رو که کشتی. خودم میخواستم تمومش کنم. راست میگفت کمیسر که این پیر سگ رو دیده؟ نمیدونم والا. یعنی ممکنه؟ به کی میشه اطمینان کرد؟ چه خاکی؟ یه مدت دیگه گمونم خاک هممونو بگیره. چه خوابی دیدم. تو طهارت داری؟ خواب دیدم تو قلمستون زرگندم رو همین چهارچرخه نشسته بودم. همه جور آدمی بود. آفتاب بود. اما هیچ کی سایه نداشت. گمونم رمزون چرخمو میبرد. بعد یه مرتبه یه خانم فرنگی پیدا شد با یه کلاه گنده و عجیب و غریب اومد جلو. بی هوا برگشت به هم سلام کرد. من موندم این کیه؟ یه مرتبه از جلوی سینش یه نوقان کوچولو آورد بیرون. این همین بود. تیرو خالی کرد تو سینم. همچین که صدای تیر بلند شد خانومه فرار کرد و باغم خالی شد. اما نظمیه چیا ریختن تو باغ و منو گرفتن، رمزونم گرفتن. هرچ داد زدم که اون خانومه به هم تیر زده، اونو بگیرین. به جاش نظمیه چیا منو بردن کمیسری. بعد منو بردن توی اتاق این زیر زمین. اتاق فقط یه روزنه کوچیک به بیرون داشت. با همون حال وحشتی که داشتم چشمم به نور روزنه بود. یه بار دیدم داره ازش خاک میاد. بعد همینطور خاک زیادتر شد. نگاه کردم داشتن روزنه رو پر میکردن. چه خاکی. حالیم شد که این قبرمه دارن پر میکنن. منم مردم. از هول پا شدم. خدایا استغفرالله. میگن خواب زن چپ خانم جون. بیا.
دیگه بسه. شکر خدا حاج آقا یه مرحمتی کرد و الا میباس امشب سر گرسنه میذاشتیم زمین. حاج آقا مگه تو اینا رو نیوردی؟ نه خانم کوچیک، خودشون اومدن. خودمون سر خود که نیومدیم، حاج آقا فرستادن. ای بابا چند تا پولیسیا که اینقدر سوال جواب نداره. اصلی سر گذر دیدمون، گفت بیایم خونه بزنیم خانم کوچیک تو دلش باشه. نه برین برین گمشی. نکنه زنده هست روحش. بایی دایی خانومه؟ نه بریم. قرابه ها قرابه ها تو کدوم یکی بود؟ نمیدونم. Oh, my God.
دلم بهش رفت بوده. یه الف قد بچه هم هنوز پشت لبش سبز نشده. مردنش اسمش نظامه. معلوم نیست کنشون یکی باید بکنه. دنیاست دیگه مادر، همه که حاجی نمیشن. بیرون رئیس سرگرا بود اما کفوله نوکر خانم بزرگ. دریقه یه حق نبات که بتونم بذارم تو دستمال بستش و روونش بکنم. اما همچین حسابی مالش رو بالا کشی؟ مش مش اشرفی از صندوق خانم بزرگ کش میرفت. میگن که بچه بازم بوده. آره روی خانم بزرگتم بعدش نمی اومد. منم شنیدم. خدایا توبه، وای میساد به تماشا و قش قش میخند. خدا میدونه نوجوانه که من اونجا باید چی چیا ببینه. معلوم میشه خانم کوچیک، خیلی براتون مزاحمت فراهم میکنم. اگر در شأن مبارک باشه بفرمایید بنده منزلی هست. بنده و همشیره ازتون پرستاری میکنیم. برای همشیره خاطر مبارکتون خیلی عزیزه. همیشه تعریف کمالات شماست. حیف از این وجاهت جناب حکیم. جان اگه چکش این طرف دار بخوره آدم نمیمیره؟ منظور؟ آقا غیرتتون کجا رفته؟ بس کن خانم کوچیک. بخور ننه، بخور. باطل سحره. بخور که همه اینا جادوگرن. بخور ننه. چرا تیزاب نمیاریم؟ تیزاب دیگه رو کی بریزیم؟ تیزاب نکنه این آتیشه از گور تو بلند میشه. چی کارش داری؟ فقط ارث تو نیست، هرچی ازمون برسه به هممون میرسه. برو بیرون، برو بیرون قاتل. این مردی که رو پیداش کنین. آرام جانم، آرام. این روح مگه نمرده؟ خدا شماها رو نبخشید. بذارید یه چیزی تو این خانه بماند. هنوز زنده است.
یا الله. خانم کوچیک، حال سرکار که بهتره جناب کمیسر. مگه این ملک بی صاحب شده؟ سرکار خانم، خدا نکنه، ما برای همینیم دیگه. سایتون کم نشه جناب کمیسر، وقت شریفتون. اختیار دارین، بفرمایین، ما در خدمتیم. آقا اینا نقشه دارن که منم بکشن، ارثه مادر خدا بیامرزم و بالا بکشن. قربان، قضیه سر این خونه ناقابل نیست. ناقابل آقا ریخت مبارکتونه. قرض از مزاحمتتون این بود که جناب کمیسر وکیل این ضعیف بشن و نذارن این دو نفر پاشونه تو این خونه بذارن. قربان، رخصت بدید برم حضرت معصومه بست بشینم. برو. من حق رخصت ندارم جوون، مگه خود حضرتش به طلبه. بریم، بریم بیرون هر دوتون. شما ها جاتون همون کنج بازاره. بریم، بریم بیرون قاتلا. سرکار خانم آرومتر باشین، بگید ببینم شما حاجمو رو بعد از اون تاریخ دیدین؟ من نمیدونم، نمیدونم چی دیدم. اصلا چیزی ندیدم، فقط میدونم جناب کمیسر این دو نفر به خودم، به کنیزم، به تمام این خونه، این املاک نظر دارن. همین و همین. جناب رئیس، من همون کنج مغازه برام همه دنیاست. سگم اگر پامو بذارم تو این خونه، اما خودش مسئوله. تنها یه الف ضعیفه، این خونه یه درندشت، آب و نونش پای ما، اما جونش پای شما. منم پای زری حضرت معصومه برای خانم کوچیک شفاعت میگیرم. برین، برین بیرون قاتلا. پدرم خوشش این پوست درخت اینقدی که شلاقش زده میشه. یادم از دوره در چشاش سور داده بود، جا رو نمیدونم چطور بگم. خدا کریمی تو شد، گوسفند قربونی از تن سالم تر بود، نتونستم. من که والیم نبود، فقط میدیدم هیچ کس نیست که یه چیکه آب بهمون بده، یه چیکه آبم بهمون ندادم. خب دیگه قد بود آدم که با صاحب کارگاه خمیسه در نمیفته. نشستم بالا سرش. فقط نگاش کردم. افتاد به خرخه، بعدش هم پیشونیش داغ داغ. گمونم سلام کی باورش میشه؟ اونجا هم شلاق بود، پوست و استخون برای آدم نمیمون. برو پابوس زهرای معصوم، شفا دست اون خانومه.
بیادبیه. شما یه شفاعتی بکنین که خانم کوچیک اجازه بدن برم نظرم ادا کنم. نظر؟ بذارین بره. نظر اگه عقب بندازی برگشت داره. نظر چی؟ برای خودتونه. خوب بذار بره دختره یک کاره. میرم شب دلازیم. یه شب خونه بی بی زینب میمونم. نظرمو که ادا کردم بر میگردم. شما یه چیزی بگین خانم بزرگ. چی بگم والا؟ خودم بزرگت کردم، خودم هم نگرت میدارم. تو؟ این که 7 سالش بیشتره. Thank you.
میگی همه کارا درست شده؟ چرا که نه؟ من که حضرت معصومه بس نشستم. تو هم که رفتی شاب دلازیم کی مونده؟ رمزون خان. حالا همه اینا مال منه. تو هم کنیز خاص منی. نه خانومت عجب خری هستی. خیال میکنی من تو دست تنها میتونیم هرچی برامون مونده نگرش داریم؟ دیگه چی تو کلت هست؟ تو که همیشه هستی پیش کنیز خاص خودم. منم با یه خانواده حیون وصلت میکنم، میشه کارهای درست حسابی کرد. ولی شبون خان، لا اله الا الله، thank you.
این خونه گلوگشاد و ولی سرگری و ملک خاک گرفته من شبون خواهد. به چه دردمون میخوره؟ باید کارخونه را انداخت. برای شما فکر زیادی چرا میکنی؟ میدونی؟ الان فقط کارخونه دارن که دارن دنیا رو میگیرن. روزنامه رو بخون. تو که نمیتونی بخونی. نمیدونی. نمیشه کارخونه رو یک تنه گردون. هزار تا کارگر که زیر دستته. تو واسه خودت یه پس سلطانی. همه تون اشتباه میکردیم. داشم احمق بود که میخواست دلال شه. تو هم خری که خیال میکنی همچی که عاشقت شدم کار تمومه. برو گم شو. بله گم شو زود.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا خونه بهت سپرده، مواظب باش. خوب اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي الله. حي على السلام. حي على السلام. حي على لا إله إلا الله.